یوحنا فصل هفتم. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. او نمیخواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند: اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که میکنی ببینند. کسی که میخواهد مشهور شود کارهای خود را به پنهانی انجام نمیدهد. تو که این کارها را میکنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند، عیسی به ایشان گفت: هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمی آیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در ایام عید به دنبال او می گشتند و می پرسیدند: او کجا هست؟ در میان مردم درباره او گفتگوی زیاد وجود داشت. بعضی می گفتند: او آدم خوبی است. و دیگران می گفتند: نه، او مردم را گمراه می سازد. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور واضح چیزی نمی گفت. در بین عید عیسی به خانه خدا آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب می گفتند: این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه نوشته ها را می داند؟ عیسی در جواب ایشان گفت: آنچه من تعلیم می دهم از خود من نیست، بلکه از طرف کسی است که مرا فرستاده است. کسی که می خواهد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعلیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن می گویم. هر کی از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد، اما کسی که طالب جلال کسی باشد که او را فرستاده است، آدمی است صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما آن را عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ مردم در جواب گفتند: تو دیوانه هستی، کی تو را می خواهد بکشد؟ عیسی جواب داد: من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کردید. موسی حکم مربوط به سنت را به شما داد، هرچند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم، و شما در روز سبت پسران خود را سنت می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت سنت می کنید تا شریعت موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوتهای خود با انصاف باشید. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که میخواهند او را بکشند؟ ببینید، او در اینجا به طور آشکار صحبت میکند و آنها چیزی به او نمیگویند. آیا حکمرانان ما واقعا قبول دارند که او مسیح وعده شده است؟ با وجود این ما همه میدانیم که این مرد اهل کجاست، اما وقت مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در خانه خدا تعلیم میداد با صدای بلند گفت: شما مرا میشناسید و میدانید که اهل کجا هستم، ولی من به دلخواه خود نیامدم، زیرا کسی که مرا فرستاده است حق است و شما او را نمیشناسید، اما من او را میشناسم، زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیاد به او ایمان آوردند و می گفتند: آیا وقت مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ فریسیان آنچه را که مردم درباره او به طور پنهانی می گفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان نگهبان را فرستادند تا عیسی را توقیف کنند. آنگاه عیسی گفت: فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود،
و بعد به نزد کسی که مرا فرستاده است خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت، اما مرا نخواهید یافت، و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. پس یهودیان به یکدیگر گفتند: کجا می خواهد برود که ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراگنده هستند و به آنها تعلیم دهد؟ او می گوید: به دنبال من خواهید گشت، اما مرا نخواهید یافت، و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصد او از این عرف چیست؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی استاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، چنان که کلام خدا می فرماید، نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت، و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند: این مرد واقعا همان پیامبر وعده شده است. دیگران گفتند: او مسیح است. و ایده هم گفتند: آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ مگر کلام خدا نمی گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ و این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. ایده خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن نگهبانان پیش سران کاهنان و پیروان فرقه فریسی برگشتند. آنها از نگهبانان پرسیدند: چرا او را نیاوردید؟ نگهبانان جواب دادند: تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در جواب گفتند: آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان با او گرویده است؟ و اما این آدمایی که از شریعت بی‌خبرند خدا زده هستند. نیکودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید: آیا شریعت به ما اجازه می دهد سر کسی حکم کنیم بدون آن که به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در جواب به او گفتند: مگر تو هم جلیلی هستی؟ تحقیق کن و ببین که یک پیامبر از جلیل ظهور نکرده.